انگار خالم از صدای محبت خوشش نمیاد، دختر بهار گفت. سر میز غذا، سریال زن. دقایق پیش و در موبایلم سیف شد، چون بارفروش جدید مهندس معدن صدای محبت همزیستی را دوست ندارد. بی‌اعتنایی عمدی در رفتارش هفته پیش، تصمیم گرفتم دیگر از او خرید نکنم. نوشته شده است در کتاب قبلیم. سپس به خواندن باقی فایل‌های موبایلم پرداختم و این یک از پرواز می‌گوید. پرواز در کتاب قبلیم و در قبلی‌هایش به نوشته در آمده است. پرواز نفس من بالدار، نفس من بالدار است نفسم. بارتلو، تو فقط به آخرش نگاه میکنی. پرواز کن بارتلو، پرواز کن، لذت ببر. بارتلو از مخاطبش پرسیده بود چطور اون گل رو زد و طرف گفت تمرکز تمرکز، برای 3 ثانیه پرواز. جملاتی از سریال گودال. پرواز عبور است. گفته است پرواز کن، از پروازت لذت ببر و نفس من در پرواز تیزپا شده است. در آذر امسال متوجه شدم و به نوشته آمده است در کتاب و در کتاب‌های قبل از این یک. از دنیا عبور می‌کنم، پس از پروازم لذت می‌برم. کم نیستن نکات اساسی در جملات آن هنرپیشه در مورد پرواز، از جمله تمرکز، از جمله 3 ثانیه. همین روز ساعت 22:40 به گمانم آنچه شیخ کرمانی در مورد معنای دقیق‌تر و چند نقطه ذکر بیان کرده است و فقط یک بار آن گذر را امشب خواندم، در همان کتاب فوق واقع انگاری رنگ‌ها و علم میزان از تکرار به زبان خودم در مورد وقایع زندگی روزمره‌ام که تکراری از واقعه تجربه نفسانیم هستند، یادآوری چند نقطه به زبان شیخ کرمانی است در مورد پدیدار رنگ در کتاب فوق. سپس در لحظات بعدی، دقایق پیش، به مرکز وصل شدن که یکی از شهودهای من بود در ماه‌های اول سال 2020 معنایی یافت. آن تجربه نفسانیم مرکز است و شعای دایره شدنم که مرا به مرکز وصل می کرد در آن شهودم. هر یک از وقایع تجربه نفسانیم نسبت به مرکز مبدا این شعا را بیان دارد. 2 مثلث تداخل شده ربوبیت و مربوبیت. رأس مبدا خط تیره قاعده. رأس آن تجربه نفسانی است و قاعده هر یادآوری تکرار آن از دقیق وقایع زندگی روزمره. امروز یکشنبه 14 دی 99، آن گذر از کتاب فوق در مورد معنای واژه ذکر نزد شیخ کرمانی را می آورم. 2 نقطه. در اینجا این واژه معنای جدیتر و دقیقتر دارد. منظور شیخ این است که در هر عالم ذکری از آنچه در این عالم ادراک می‌کنیم موجود است. واژه ذکر در اینجا معنایی دارد شبیه به ایوکاسیون، به معنایی که در موسیقی و نقاشی به کار می‌رود. در هر عالم هر شی موجود یا حالت که در عالممان ادراک می‌کنیم دارای ذکری است که با حالت آن عالم منطبق است. ممکن نیست شکافی وجود داشته باشد، یعنی ممکن نیست یک اثر چنان از مبدا خیش دور و منعزل باشد که مراتب میانی فاقد ذکری از آن، یعنی فاقد چیزی که یادآور آن و منطبق با آن نست باشند. بنابراین رنگ ها ذکری در عوالم برتر دارند که خزانه یا مسل بران مسلطند. اما بدیهی است که کیفیت این اذکار را بدون شناخت عمیق مذکورشان، چیزی که آنها به ذهن تداعی می کنند، یعنی 4 کیفیت ممکن هر اثر نمی توان شناخت. نکته این است که در این عوالم برتر هر اثر دارای این کیفیات است، ولی در هر عالم این کیفیات متناسب با شرایط ایجاب شده از سوی طبیعت خاص آن عالم موجود هستند. صفحات 222-223 کتاب واقع انگاری رنگ ها و علم میزان. فقط این نکته را می نویسم.
در رابطه با آخرین گذری که از زبان خودم دیروز نوشته شد. اینکه در صفحه 224 کتاب فوق از فاصله عنوان شده است و من آن را به مانند شعای دایره که بدان مبدل شده بودم و مرا به مرکز دایره وصل کرده بود، یکی از شهودهایم در اوان سال 2020 میگیرم. بدون بستان در مورد کاملان شیعه است در رابطه با دو وجه، یکی بشری یا مربوب و دیگری وجه الهی یا بود ربانی و مسیری که شیخ کرمانی در پیش گرفته است. صفحه 224 کتاب فوق نوشته شده است: او سلسله ای را که نه فقط متشکل از هفت عالم بلکه متشکل از هشت عالم است برای ما تصویر می کند، زیرا اینک از عالم الوهیت مخفی در راه سه عوالم، عالمی مافوق همه عوالم متجلی شده که در عرش رحمانی متمرکزن نام می برد. شیخ در مقام تبیین فاصله ای که سبب جدایی یک عالم از عالم بعدی است تکرار می کند که هر عالم برتر از جنس نوری است، 70 بار شدیدتر از نور عالمی که بلا فاصله پایین تر از آن قرار دارد. قبلا دیدیم که این عدد یا ارزش علم الاعداد حکمیش اساسا می خواهد بگوید که این فاصله فوق سنجش کمی ماست. ختم گذر. دیشب به یاد آوردم که دکتر صدیقی در مورد بزرگترین عیب مردم ایران، غرب ناشناس بودن آنها را بیان کرده بود. غرب‌دان نبودن آنها. پس یکی از بزرگان ملی ایران هویت مردم ایران را بیان کرده بود است. چون در یکی از کتاب‌هایم نوشتم بزرگان ملی تقصیر دارند در این که اصل وجود مردم ایران را بیان نکردند. گزیده شدم توسط مار و بایستی نیشش به این حد از تأثیر می رسید. چون بار اول نیست گفته دکتر صدیقی را به یاد آوردم در رابطه با رفتار مردم در زندگی روزمره. رفتارشان در خارج از کشور هم همین است. در لحظاتی که گذر فوق از کتاب نامبرده را می نوشتم به یاد آوردم که من در حالت وداع هستم با این مردم. آنها بدون من خواهند بود. مرور درونی بود در مورد دیدارم با پزشکم که تیروئیدم را درمان می کند که هفته آینده به انجام بایستی برسد. فردا می روم برای انجام آزمایش خون، هر سه ماه ضروری است. شاید این جمله است که به او پاسخ خواهم داد. وقتی بدون جمله سازی شروع کرده است معاینه پزشکی را انجام دهد، با یک کلمه و با یک اشاره دستش گفتگو می کند. نظیر تمامی مردم ایران بی کلام هستند و حرفه‌ای در آن. به این پزشک در مورد سوالش در مورد سمعی مجتمع پاسخ دهم: من در وداع هستم با مردم ایران. در حین نوشتن در این متن امروز حالات کتاب فروش هم که مرا با تمسخر که خشونت بی کلام بود هنگام نوشته شدن کتاب سفیر به یادم آمد و رفتار اخیرش بعد کتاب فروش دوم کف دستش گذاشته است آنچه در مورد این یک به او گفتم، در مورد همین تمسخرش و این که دیگر از او خرید نخواهم کرد. پس از 9 ماه برای سفارش کتاب برای هدیه دادن به زن نافروش نزد کتاب فروش اولم رفتم. این اواخر به من پاسخ داده بود که اطلاعات تماس دکتر رحمتی را میتواند بیاورد برایم و هیچ پاسخی نداد. در رجوع به او و خودم اطلاعات تماس را یافته و حتی با شخص دکتر رحمتی صحبت کردم و به او این مطلب را گفتم. آمدم بنویسم که این افراد که نظیر آنها که به جز تعدادی استثناء به توان 80 میلیون می باشند در ایران که شامل مادر، خاله، بزرگ و باقی در اقوام دور و نزدیک می شود، کوره تمسخرشان و پاسخ ندادنشان به درخواست یک فرد نظیر من سرد می شود وقتی می شنوند شناخت در موردشان را. رفتارش از دهان آن کتاب فروش در مورد من به اطلاعش به حد رسیده است و حال می‌بیند با دکتر رحمتی می‌خواهم تماس بگیرم تا اطلاع رسانی کنم در مورد تجربه نفسانیم. چه کسی نیازمند است؟ آنها، این نوع افراد یا من؟ چه کسی بی نیاز است؟ این نوع افراد یا من؟ چه کسی اعمالش سم نیست برای دیگران؟ این نوع افراد یا افرادی نظیر من؟ آنها تنها هستند با خیشتن حبس شده خود و من با امثال من. خیشتن من بسیار دور دست است از خیشتن اینان.
نام و یاد تو متبرک باد. گذری که نوشته جبران خلیل جبران هستند مسیحا، به این صورت مورد اقتباس قرار دادم از حافظه، شاید در فایلی مستقل ذخیره باشد و بتوانم چند خط از آن گذر را که در سفیر آوردم در این کتاب نیز بنویسم. در فایلی فعلا آن گذر از سخن جبران خلیل جبران را نیافتم و این گذر که فکر میکنم از همان کتاب مسیحا است را میآورم. صدق میکند در مورد آن نوع افراد و افرادی از نوع من. دو نقطه از قسمت غلبه بر مرگ. چند نقطه. ما وقتی گذر زمان بر فراز این خلیج پل زد خواهید دانست که عیسی ناصری بیمرگ است. خواهید دانست که او نیز مانند ما فرزندان خدا، پسر خداست. از مادری باکره متولد شد، همانطور که ما از خاک بی همسر زاده شدیم. زمین به ناباوران ریشه نمی دهد تا شهد زندگی را بمکن و به آنها بالا پر پرواز نمی دهد تا در آسمان سیر کنند و از شبنم آسمانی بنوشند. اما من می دانم آنچه را باید بدانم و همین برایم کافی است. ختم گذر از زبان جبران خلیل جبران. به احتمال زیاد آن کتاب فروش که مرا با خشونت بی کلامش سراسر پوشانی و به کرات وقتی نوشته از او خواستم برای تعبیر شهودهایم در اوان 2020 می داند که از رفتارش برای دکتر رحمتی بیان خواهم کرد و بیان شده است در پیامم برای دکتر رحمتی. همچنین در مورد رفتار پزشکم که کتابم سفیر را هدیه ودا با این شهر به او و همسرش که همکارش است نوشته شده است برای دکتر رحمتی، بلکه در مورد رفتار دو جوان روانشناس که چند سال پیش برای درس جامعه شناسی استاد آنها بودم. با دریافت سفیر حتی ننوشتن کتاب رسید. برای خاله کوچکم که نوشته بود خوب است با دانشجویهایم در تماس هستم نوشتم که چه حیف و متاسفم که کتابم را به آن دو مرد هدیه کردم. برای هر یک سه نمونه ارسال کردم تا آن نمونه های دیگر را به روانشناسان جوان که قابلیت خود آنها را دارند در کنجکاوی هدیه کنند. باقی نسخه های کتابم از 30 نمونه چاپ شده به هزینه خودم را شاید به زن جوان یکی از دانشجوهایم که پاسخ با مسمایی نوشت پس از دریافت 3 نمونه و در اواخر تماس من توسط تلگرام نوشته بود به طور غیر قابل باوری خواندن سفیر برایم جذاب است، بدهم برای پخش آنها. همین روز دقایقی پیش در من پدید آمد اینکه معکوس وارونه شدن دنیا که خطوط اول کتابم سفیر آن را بیان دارند بازگشت عمل است به فرد. اعمال من به من بازگشت کردند با وقوع تجربه نفسانیم. مولانا به کرات در مثنوی مولانا از بازگشت به اصل نوشته است. این اصل اعمال فرد است و کلمه اصل مرا برد و آن را آورد. نام آن اثر عطار، قداست اصل و بن. در سفیر این پاسخ گوگل فارسی زبان را برای جستجویم در مورد کیمیاگری نوشتم. پس ودا که به وقوع میپیوست در زندگی روزمره‌ام و به نوشته در میآمد در کتابهایم و پس از آن این کلمه در نام یکی از کتابهایم آمده است. ودا با آنچه است که همزمان از من گرفته شده است به دست انسانها و به من عطا شده است توسط پروردگار که به واسطه افرادی نظیر دکتر رحمتی، مولانا، هانری کوربن و باقی می توانم به معنای آنچه به من هدیه می شود توسط پروردگار پی ببرم. به معنی باز کردن اثر تجربه نفسانی واقعی که از نوع یقین است برای من. همین روز و ساعت 14:21 دقیقه است. این بازگشت که امروز نوشته شد در این متن زد است. زد در درون من آن معکوس است که در خطوط اولین کتابم سفیر آن را خبر می دهد. آن متن به وقوع پیوسته شدنش را. این زد با زدهای بیرون در نبرد و در ترکیب قرار گرفت و معکوس فرچ سوم در ترکیب این دو زد است. حاصل آن دو زد. زدهای بیرونی بیرون تمامی آنچه از عالم خاکی نصیب من شده بود. گذری که در مورد زد فکر میکنم در کتاب نامبرده در بالا واقع انگاری رنگ ها و علم میزان خواندم. منتها مکس نکردم در روی خانشم تا از آن فهمی به دست بیاورم. همین روز و ساعت 18:56 دقیقه است. تعبیر خوابم که در آن نماز میخواندم
و بعد از آن خواب نماز خواندن را شروع کردم و پس از وقوع تجربه نفسانیم بود و نمیدانم چه مدت بعد در این بیت از دفتر دوم مثنوی مولانا بیان شده است: هر دلی را سجده هم دستور نیست، مزد رحمت قسم هزم هر مزدور نیست. هر قلبی هم اجازه ندارد به سجده بپردازد، زیرا پاداش رحمت الهی نصیب هر آدمی که سجده را برای رسیدن به اجرت می کند نمی شود. اکبر آبادی می گوید سجده در اینجا کنایه از توبه و رجوع است، زیرا توبه این نیست که شخص پیش خود بگوید فعلا گناه می کنم و در آینده توبه می کنم، بلکه توبه موهبتی است الهی و می تواند مراد از سجده در اینجا عبادت خالصانه باشد.